که این ساین عدالت در مقابل این آتش، این آب و برف و یخ، این را خاموش میکنه، که ما یاد میگیریم که اگر انسانی عصبانی شد، حرارت ایجاد کرد، بالا رفت، میتونیم بیان پایین. این اون قسمتشه. بعد از اینا ماهی پرنده هست، بعد حیوانات، بعد آدم، آدم، حضرت آدم، بعد از اون ادیان در تاریخ خودشون رو نشون دادن که الان ما در این استیج هستیم یا در این قرن هستیم، که بعد از این دنیا دنیای دانش و دیجیتاله. در این دنیایی که بچه های 3 ساله به اینترنت دست دارن، ما چجوری میگوییم؟ میگویم اکانومیکال پرابلم، اصلا نمیخونه. بچه 3 ساله با اینترنت بازی میکنه. پس این آقایان توریسیان ها کجا هم؟ پس این دانشگاه هایی که هزاران دانشگاه داریم چجوری این پرابلم اقتصاد رو نمیتونن حل کنن؟ اینجا به این دلیل خالیه. بنده یا کنسرت میذاشتم، ابی را میآوردم، نمیدونم داریوش رو میآوردم، سلداب میشد. یا اینا را لمس نمیکنن، یا نمیخوان لمس بکنن، و یا لمس میکنن و باور نمیکنن. همه اینا مستطیل. من در تهران درس میدادم، اون اوائلش پول تاکسی مجیبم میرفت، ولی این کار را به اونجا رسوندم که ساعت 100 تومن اون موقع جوستا دانش را 25 تومن میگرفت. من 100 تومن وقت نداشتم درس بدم. تمام شمال شهر درباری ها، تاجر ها، بچه هاشون رو من درس میدادم. از 7 صبح تا 11 شب من معلم خصوصی بودم. برها جمع‌بندی چی میخوام بکنم؟ خوشبختانه امشب صاحب نظرهای استادان برزیده تو اون جلسه هستن. شماها بایستی مسیر حرکت را تسهیلات فراهم کنید. جناب سوری، شما رسانه دستتون، صاحب نظره را میره مصاحبه میکنیم، ولی هنوز دردها دوا نشدیم. دردی که بخوان دوا بکنن تیچر یونیورسیتیه که 26 تا پروژه داره، یکی تربیت معلم دنیاست، که فلسفهش اینه که از با استعدادترین افراد که مایلن تدریس بکنن اونها را بیارن به سیستم آموزشی و از وجود اونها به نحو احسن استفاده کنن، و اونایی هم که میتونن برای دنیا مفید باشن اونها در سیستم آموزشی نگه دارن. کمترین حقوقی که در دنیای امروز میدن به اون معلم هاست. چرا؟ نمیخوان همه فهمیده بشه، همه فهمیده بشه مزاحم میشه، بیش از اون وقت تو نمیشه.